درود بر شما. 12 آذر ماه 1400 خورشیدی و 3 دسامبر 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به اصفهان. هم اعتراض‌های جاری مردم اصفهان و هم فرونشست هولناک این شهر تاریخی بی‌نظیر در جهان. نصف جهان. پرده آخرم خواهیم داشت طبق معمول آخر برنامه. گوشه های شاید مبهم مانده از تحسن کشاورزا در بستر خشک زاینده رود و پیامدهاش بگم، اشاره بکنم و بعد یه مقدار مشخصتر به وضعیت اصفهان و مسئله آب و مسئله فروریزی این شهر تاریخی بپردازیم. حرف کشاورزای اصفهان مثل همیشه روشن. میگن ما سال هاست، دهه هاست که برای حق آبه از آب زاینده رود و از تونل کوه رنگ به دولت پول میدیم، ولی چند ساله که حق آبه ما قطع شده و کشاورزیمون مرده، زندگیمون رو هواست. هیچ وقت جواب درست درمونی نگرفتن. محمد رضا فلاح عضو شورای شهر اصفهان روز یکشنبه گفت بیش از 50% کشاورزان 3 استان اصفهان، یزد و چهارمحال و وقتگیری به دلیل بی‌آبی شغل خود را از دست دادند و کارگری و مسافرکشی میکنند. یعنی چی؟ فقط استان اصفهان نزدیک 500,000 کشاورز داره، آماری که خودشون میدن، آمار رسمی جمهوری اسلامی. این یعنی فقط بدبخت شدن و به هم ریختن زندگی اون خانواده کشاورزی نیست که کار و زندگی آبا اجدادیشو از دست داده. بر اقتصاد کشاورزی، بر بازار محصولات کشاورزی، بر درآمد و هزینه مردم تأثیر روشنی داره که همه هر روز تو بازار میوه و سبزی و برنج و غیره و غیره باش روبروان. و تازه اینا تأثیرهای روز به روز، تأثیرهای امروز در برای آینده حالا صحبت خواهیم کرد. از نیمه آبان 1400 چند هفته پیش حدود 10 نفر از کشاورزای ورزنه شرق اصفهان تو بستر خشک زاینده رود طرف پل خواجو چادر زدن. کم کم کشاورزای دیگه از شرق اصفهان و غرب اصفهان آمدن تو بستر خشک زاینده رود چادر زدن. بعد یه گروه از هنرمندای اصفهانی آمدن چادر زدن. کم کم زمین سرد باعث شد بعضی متحسنین مریض بشن، مخصوصا که سناشون بالا بود. مردم اصفهان دیگه، نه فقط کشاورزا، مردم از توی شهر آمدن موتور برق آوردن واسه همین دوتا چادر بزرگ و اون اطراف، وسایل گرمایشی گذاشتن تو چادر و صندلی و کاناپه و هر چی تونستن آوردن که جلو سرمازدگی متحسنین که عرض کردم خیلی هاشون کشاورزای سالمند بودن و بگیرن. نه مسئولان استانی، نه نماینده های مجلسشون، نه رئیس جمهورشون، هیچکی نیومد سراغ متحسنین که داشت تعدادشون هر روز بیشتر میشد. فقط نمیان باشون صحبت کنن، نمیان بگن درد چیه و درمان چیه. حالا کاری نداریم، درمان ندارن، فقط میگن باید جلوش گرفت، گسترش پیدا نکنه. جلوش رو باید گرفت دیگه. منتها اینجا دیگه شیشه مغازه و بانک نیست که بیاریم پایین و بهونه باشه برای حمله به تجمع. بارها و بارها دیدین دیگه. چادرها رو آتیش بزنیم بعد حمله کنیم. سرت کشاورزی در استان و تهران در حال پیگیری میباشد و انشاءالله نتایج. روز چهارشنبه 3 آذر ماه کشاورزان اصفهانی پس از 15 روز تجمع آرام در بستر زاینده رود و طلب حقابه خود با مسئولان استانی به توافق رسیدند و همین مسئله آغازی بود برای تحرکات جماعتی که بخواهند با شلوغکاری اهداف خود را پیش ببرند. این یکی از ویدیویی بود که مرکز سایبری اطلاعات سپاه اصفهان در فضای مجازی منتشر کرد.
میگه کشاورزا با استانداری به توافق رسیدن، بعد عده‌ای معلوم الحال شلوغ کردن، وگرنه همه چی با خوبی و خوشی تموم میشد و تموم شد. حالا در همین مورد یکی از گزارش وبسایت خبری تحلیلی امتداد رو بشنویم. در گفتگو با امتداد، یک فعال مدنی با اشاره به اتفاقات بعد از قرائت بیانیه توافق با استانداری در جمع کشاورزان یادآور شد پس از قرائت این بیانیه حوالی ساعت 16:00 عصر چهارشنبه بود که در خبرها آمد چادرهای کشاورزان جمع‌آوری شده و ظاهراً تحسن خاتمه پیدا کرده، اما با این اتفاق تشنج شدیدی در میان کشاورزان وجود داشت. این مسئله مورد اعتراض شدید کشاورزان قرار گرفت و مورد اجماع آنها نبود، ضمن اینکه برخلاف اخبار منتشر شده چادرهای کشاورزان همچنان در زاینده رود برپا بود. کشاورزان مدام میگفتند که بین ما اختلاف انداختند و ما در همه این سالها متحد بودیم. اکثر آنها نیز بر این موضع بودند که اگر خونشان هم ریخته شود از این مطالبه خود عقب نخواهند نشست. این کشاورزان میگفتند که ما در این سالها تراکتور و ماشینالات را در کنار احشام خود فروخته ایم و اصطلاحا چیزی برای از دست دادن نداریم. دیگر فعال مدنی اصفهانی در روایت خود از این اعتراض کشاورزان پس از قرائت بیانیه شورای میراب و نمایندگان صنفی به امتداد گفت یکی از اعتراضات کشاورزان پس از قرائت این بیانیه توافق این بود که چرا رئیس دولت، نمایندگان اصفهان و امام جمعه این استان در میان متحسنین حاضر نشده و پای صحبت‌های آنها پس از 2 هفته نمی‌نشینند. با شروع اعتراضات نمایندگان اصفهان به حالت سکوت در آمدند و به صورت مشخص در صفحات این نمایندگان در شبکه‌های مجازی خبری از مطالبات کشاورزان و مردم اصفهان نبود. پیگیری یک وبسایت خبری تحلیلی دیگر در ایران، پیگیری رویداد 24 برای بررسی وضعیت اصفهان از نمایندگان به این جمله ختم می شد که گفتند در این باره صحبت نکنید و قرار است همه صحبت ها از طریق استانداری اصفهان انجام شود. مثلا نماینده های مردم هن. نباید از مردم حرف بزنن. استانداری که گماشته وزیر کشور در رأسش هست، وزیر کشور سپاهی فقط باید حرف بزنه. حالا اگر نماینده هاشون اجازه داشتن واقعا حرف می زدن، واقعا صادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان در اصفهان به رویداد 24 میگوید اطلاعات من هم در همین حد اطلاعاتی است که در رسانه ها وجود دارد و اردستان بودم هفته گذشته، به اصفهان نرفتم، الانم در تهران هستم، تصمیمی هم ندارم این هفته به اصفهان بروم چون وقت بازدید از حوزه انتخابیه نیست و باید در مجلس باشم. خب این خیلی وقیحانه تر حرف زده، چون آخونده پر روتر از مکله هاشونه. مثلا ادامه گزارش رو بخونم از امتداد. کشاورزان در این اعتراض میگفتند که اگر مسئولین در میان متحسنین حاضر نشوند از مردم خواهند خواست تا با حضور و حمایت خود صدای آنها را به گوش مسئولان برسانند، که چهارشنبه عصر یعنی 3 آذر در ساعات پایانی روز چهارشنبه بود که نزدیک به 500 تا 600 نفر از مردم نیز در میان متحسنین حاضر شدند و شعارهایی را در حمایت از آنها سر دادند. 500-600 نفر شد هزاران نفر و ده ها هزار نفر و شعارها بیشتر شد و بیشتر شنیده شد، اونقدر که تو برنامه زنده سیمای آقایون می اومد دیگه. نمیدونم دیدین یا نه، ارزش پخش کردنم نداشت. این آقای، اینو بگم البته، این آقای خیابانی مفسر ورزشی و اینا بعضی وقتا میره به زلزله زده ها کمک میکنه، نشسته بود و حرف میزد دیگه تو این برنامه زنده رود فلان، و بیرون هم مردم شعاراشون صداشون میومد، انگار نه انگار اینا داشتن چایی میخوردن، مثل نماینده هاشون، مثل بقیه شون. ساعت 3:30 بعد از نصف شب پنجشنبه مزدورای حکومت از پشت فضای تجمع مردم در چادر عمومی کشاورزایی که مال کشاورزای شرق اصفهان بود، یکی از این چادرهای بزرگ و یکی دیگه مال کشاورزای غرب اصفهان، میان هم یک چادر بزرگ کشاورزای شرق اصفهان آتیش میزنن، هم یک چادر بزرگ کشاورزای غرب اصفهان، یعنی کاملا حساب شده.
حساب شده برای چی؟ برای اینکه زمینه برای حمله بلافاصله به مردم آماده بشه. درست مثل آنچه که ما سالهای گذشته، سال 98، سال 96، قبلش دیده بودیم دیگه. تا زمانی که همین مثلا لباس شخصی یا ضد شورشی یا تا نزدن ماشین مردم رو داغون کنن، تا نزدن یکی دوتا بانک رو بیارن پایین، دیواراش شیشه هاشو، تا نزدن چند تا مغازه رو آتیش بزنن، حمله ای نیست. اینا میشه بهانه، بهانه بتراشیم بکوبیم مردمو. ادامه صحبت از همون ویدیوی مرکز سایبری اصفهان، اطلاعات اصفهان ببینیم. کسانی که تلاش می‌کردند چهره خود را پشت کشاورزان پنهان کنند و در جمعه هفته قبل نتوانسته بودند به اهداف خود برسند و فضای مطالبه گرانه کشاورزان را متشنج کنند، با به آتش کشیدن چادر آنها از هویت واقعی خود رونمایی کردند. در حالی که رسانه‌های خارجی مدعی بودند که نیروهای انتظامی چادر کشاورزان را به آتش کشیدند، در بررسی ویدیوها و دوربین مداربسته مشخص شد که قبل از ورود نیروهای یگان ویژه در بستر زاینده‌رود، این اقدام توسط افرادی که خود را به کشاورزان نزدیک کرده بودند صورت گرفته است. بله، بررسی کردن خیلی دقیق و اینها، دنبال جنایتکار گشتن و اینها، و بعدم این چیزی که شنیدین الان این مرکز سایبری عرض کردم اطلاعات سپاه پخش کرد، منتشر کرده، متنی که میخوندین آقای گوینده عیناً همین متن در خبرگزاری فارس هم هست، خبرگزاری سپاه، عین این متن رو اجهی رئیس قوه قضاییشون، رئیسی، رئیس جمهورشون، بقیه حضرات به زور حاکم تکرار کردن. ولی خب عرض کردم نمونه هاشو، بقیه رسانه های دیگر داخل ایران ماجرا رو جور دیگری گزارش کردن، از جمله درباره همین آتش زدن چادرها. کشاورزان آتش گرفتن چادرها به دست اراذل و اوباش را قبول ندارند. یک فعال مدنی با اشاره به بحث آتش گرفتن چادرهای متحسنین به امتداد میگوید این مسئله البته اتفاقی نیست که اطلاعات دقیقی از آن داشته باشم، اما در فیلمی هم که از این اتفاق منتشر شده مشخص است که دو نفر در ساعت 3:30 نیمه شب با موتورسیکلت از صحنه خارج میشوند و پس از آتش گرفتن چادرها یگانهای ویژه وارد بستر زاینده رود میشوند. کشاورزان اعتقاد دارند که این اقدام توسط عناصر مشکوک که قصد جمع‌آوری چادرها را داشتند صورت گرفته است. کما اینکه کشاورزان پس از آتش گرفتن چادرها در بامداد پنجشنبه مدام از مردم درخواست داشتند تا در میان آنها بمانند و به خاطر بیم جان متحسنین را در پنجشنبه شب تنها نگذارند. تا آتش شعله برمیشه ساعت 3:30 بامداد، گارد ضد شورش مثل مغول میریزه تو بستر زاینده رود. از شمار کشته ها و زخمی های ناشی از حمله نیروهای حکومت به مردم در پنجم آذر که به جمعه سیاه معروف شد هیچ آمار دقیقی نداریم. باز مثل همیشه، کدوم حکومت توتالیتری رو دیدین که حکومتش مبتنی بر صرفا خواست یک نفر یا یک گروه کوچکه که هر وقت اتفاقی در کشورش میفته بیاد آمار دقیق بده از آنچه اتفاق افتاده، گزارش دقیق بده به مردم؟ هیچ وقت، هیچ جا. پرستاری که در یکی از بیمارستانهای دولتی نزدیک محل حادثه کار میکند به ایران وایر میگوید اغلب زخمی هایی که به بیمارستان محل کار او منتقل شدند از ناحیه سر و صورت یا سینه و با شلیک گلوله های ساچمه ای زخمی شدند، اما وضعیت آنانی دردناکتر بوده که ساچمه ها به چشمانشان اصابت کرده و در این میان تعدادی هم بیناییشان را از دست دادند. او میگوید آمار شکستگی دست، پا و سر و صورت اصلا خارج از شمارش بوده است. اغلب مراجعه کنندگان به بیمارستان به رغم آنکه گفته می شود تجمع اعتراضی از سوی کشاورزان نبوده و آنان با درک شرایط با نیروهای امنیتی همکاری کردند، از جامعه کشاورزان بودند. بیشترشان سن و سالی از آنها گذشته، دست کم 4 نفر از آنان را به خاطر سکته قلبی به بیمارستان ما منتقل کرده بودند. این پرستار از همکار معتمد خود در بیمارستان دیگری شنیده که دست کم جسد یک معترض
که به دلیل خونریزی داخلی در گذشته بوده در سردخانه بیمارستان آنها نگهداری می شود و گواهی فوتش با عنوان تصادف منجر به مرگ صادر شده است. فرمانده نیروی انتظامی اصفهان میگه، بعدن که میاد مثلا توضیح میده، میگه اونا بمب صوتی پرتاب کردن به سمت مردم و همکاران ما نیروهای انتظامی و بسیج که بمب صوتی بهشون پرتاب شده بود. مردم بمب صوتی داشتن. بعد خب همکاران ما به اونا تیراندازی ساچمه‌ای کردن و خب عده‌ای از اونا مجروح شدن. سردار، در وقایع امروز زخمی یا خدا نکرده کشته داشتیم؟ خب بنده با درایتی که هم همکاران عزیز بنده هم سایر عزیزان مثل عزیزان بسیج داشتند، در حال ما با کمترین هزینه برای نظام و مردم عزیزمون این عملیات رو اداره کردیم، ولی خب به هر حال با توجه به سنگ فرانی و بعضاً استفاده از مواد منفجره که حالا در قالب ترویجات و خدمتشون بمب‌های صوتی متأسفانه بعضی از این افراد استفاده می‌کردن علیه مردم، علیه خدمت شما روزم که نیروهای پلیس و دستگاه‌های امنیتی، خوب یه تعدادی از همکاران عزیز بنده متأسفانه مجروح شدن و خوب تعدادی هم توسط اونها با ساچمه یا تیراندازی‌هایی که داشتن مجروحیت دادن. بین مردم هم به هم شکل برخورد، یه تعدادی از اونها یه جراحت‌های سطحی داشتن. بله، بعد اونا کیان؟ اونایی که بمب صوتی و اینا انداختن رو شما؟ برای نمونه، یکی دو نمونه خیلی دیدین اینا رو در بخش خبر صدای آمریکا بی تردید در یک هفته گذشته، ولی یکی دو نمونه عرض کنم. اونایی که این آقای فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان فرمودند، مثلا که بمب ساعتی درست کردن و بمب صوتی درست کردن و اینا، مثلا پدر کشاورز یک خانم دکتری که توییت زده که از بدن پدر کشاورزم 28 تا ساچمه در آوردم. ارازالو باش نبودن ها، نیروی انتظام نبوده با دوره نچسبونین به ارازالو ازا. رأس حکومت خامنه‌ای نشسته، طبق قانون خودشون هم تعیین کننده و ابلاغ کننده سیاست‌های کلان نظامه و هم فرمانده کل قواست. یعنی هر نانی که از سفره مردم کم میشه، هر چشمی که کور میشه، هر کسی که ناقص میشه، هر خانواده‌ای که عزیزی رو از دست میده تو این تجمع‌های مسالمت‌آمیز مدنی که بعد به این صورت به آتش میکشنش، مسئولش طبق قانون خودشون به طور مستقیم و رسما خامنه‌ای است. نماینده هایی هم که گمارده در استان ها و مستقیم با دفتر رهبرشون و با اطلاعات سپاه هر استان کار میکنن، خیلی بخوان دلشون به حال مردم بسوزه، راه حلی که به مردم میدن اینه. ببینیم دیگه، وقتی نزولات آسمانی کم است این با تجمع و تحسن درست نمیشه. مقابل خدا تجمع کنیم و بله تجمع باید بکنیم، در نماز استسقا، در دعا، در مناجات، در التماس از پروردگار، اما نه به عنوان اعتراض. یعنی اهل کشورها این دو بال رو می داشتن، بال ایمان و بال تقوا، مبتلا به کم آبی نمی شدن. 40 ساله که میگن زلزله و سیل و بیابی و گرانی و هر بلایی که سر مردم اووردن به خاطر گناهان مردم. این بارم به عنوان حافظان پرچم ولایت که خودش سایه خدا ظل الله، میگن مقابل خدا تجمع و تظاهرات، نعوذ بالله. وقت وقاحت رو ببینین چه بی مرز در جمهوری اسلامی، از رأسش تا پایینش. هنوز 3 سال نشده، همین بهمن 97 بود که خامنه ای حکومت فرانسه رو درست به جنایت های متهم کرد که هفته پیش به دستور خودش تو اصفهان اتفاق افتاد. ببینید توی خیابان های پاریس
مردمشون رو دارن کور میکنن. مردم تظاهر کنندهی که تو خیابونهای پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن. یعنی اینجور با مردم به خودشون رفتار میکنن. چهل و سه نفر از تجمع کننده های اصفهانی به دلیل شلیک مستقیم گلوله های ساچمه‌ای به چشمشون به مراکز درمانی برده شدن. چند نفر کور شدن؟ فدایی فرد کارشناس آب میگوید ایران از حدود 50,000 حلقه چاه در سال 57 به بیش از 700,000 حلقه چاه در سال 1395 رسیده و پس از سال 95 دلیل کاهش رشد حفر چاه این است که دیگر آب بیشتری برای تخلیه از چاه ها وجود ندارد و کفگیر به ته دیگ خورده و این در یک کلام یعنی برداشت همه آب تجدید پذیر کشور. میلیون ها سال زمان صرف تشکیل این سفره های آب زیرزمینی شده، آبهایی که با برداشت بیرویه در عرض چند سال نه فقط منابع آب بلکه زمین رو هم از بین میبره. 50 سال قبل در عمق 20 متری به آب زیرزمینی برخورد میکردیم، الان میرین در عمق 320 متری و این یعنی این که قسمت اعظم آبخان رو از دست دادیم و از بین بردیم و خوش کردیم. رئیس سازمان زمینشناسی کشور میگوید اصفهان بحرانی ترین شهر در فرونشست شهر هاست. الان یکی از بحرانی ترین جاهایی که تو کشور وجود داره در واقع دشتای استان اصفهان هستش که با پدیده فرونشست مواجه شده. میزان فرونشست در شهر اصفهان چیزی حدود 16 سانت و 2 میلیمتر هستش، 162 میلیمتر هستش که متاسفانه زبانهای فرونشست داخل شهر شده. قسمت مرکزی شهر، بافت تاریخی شهر تحت تاثیر فرونشست داره قرار میگیره. مسئولان مربوطه در استان اصفهان چه میگن؟ مسئولان منظورم دولتی، حکومتی، کلا همینایی که این بساط رو انداختن، این مصیبت 40 ساله 43 ساله رو بر مردم تحمیل کردن، آوار کردن. اونا میگن هیچ مشکلی نیست. بنای تاریخی مثل پل‌های تاریخی یا عمارت عالی‌قاپو از نظر ما، از نظر سازه‌ای هیچ مشکلی ندارن، یعنی وضعیتشون کاملا نرمال هست و وجود ترک آسیب در بنای تاریخی خب امر طبیعی است. ترک اینجا رو میتونم بگم آقا مال فرونشستی، ترک این پل‌ها رو مسجد جامع عباسی هم میتونم بگم مال فرونشستی است، میدون نقش جهان هم میتونم بگم مال فرونشستی نیست، خونه‌های مردم هم میتونم بگم مال فرونشستی است، خیابون آپادانا هم میتونم بگم مال فرونشستی است. تا کی می‌خوایم ما کتمان بکنیم؟ تا کی می‌خوایم ما بگیم اصفهان گل و بلبله؟ بحران از دشت‌ها آغاز شده و به سرعت به شهر رسیده. 600 دشتی که تو ایران داریم، نزدیک 300 خورده دشتامون تحت تاثیر فرونشسته. اما کدوم دشته که یه شهر 2.5 میلیون نفری توشه؟ کدوم دشته که 6000 سازه تاریخی توش قرار داره؟ کدوم دشته که 3 تا فرودگاه توشه؟ کدوم دشته که یه پالایشگاه توشه؟ کدوم دشتی که نیروگاه برق توش وجود داره که 8% برق کشور رو داره میده؟ نشست های نامتقارن حالا لرزه بر تن آثار تاریخی نصف جهان انداخته. نشست وقتی که متقارن باشه کل سازه میاد پایین، اما وقتی که نامتقارن باشه چه اتفاقی میفته؟ این ترک ها ایجاد میشه. ببینید به این ترک ها مرمت شده، دوباره مرمت شده، چون از زیر خرابه، از پی خرابه، پی داره نشست میکنه، دوباره سرباز میکنه. 1409 خاتمه اصفهانه. میخوان قبول بکنن، میخوان قبول نکنن. و فرونشست زمین فقط در اصفهان نیست. مدیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران میگوید ایران از نظر بحران فرونشست زمین در رتبه چهارم جهان قرار دارد. برای مثال کاظم‌آباد ورامین، یه مجتمع مسکونی 40 واحدی در حاشیه کمربند شمالی این شهر به دلیل فرونشست از وسط نصف شده. بیشتر واحدهای آپارتمانی این مجتمع، تو بیشتر اینها خانواده ها سکونت دارن. یکی از ساکنین گفت بعد ببینین این وسط چقدر
چه واقعا زندگی و روحیه و شخصیت مردم چقدر تهی شده، چقدر بی‌شرمی گسترش پیدا کرده. یکی از ساکنین گفت که یک واحد این مجتمع را با بیش از 60% تخفیف اجاره کرده. صاحب اونجا میدونه و از اینجوریه فرو میریزه، همینی که هست و میخواد پولش مثلا نره. 40 واحد آپارتمان. ساکنین میگوین قیمت آپارتمان ها تا 50% زیر قیمت منطقه معامله میشوند. حتی یک از ساکنان پس از شکاف ساختمان یک واحد دیگر هم خریده است. مدیر ساختمان هم میگوید علت نیمه شدن این خانه یک چاه آب در مجاورت ساختمان بوده است. و نکته این که به گفته این مدیر ساختمان، شهرداری ورامین پس از ریزش چاه در حدود 1 دهه پیش حکم تخلیه داده، اما مدتی بعد حکم ایمن بودن ساختمان صادر می شود. شیش سال بیشتره میگه، چون اینجا نشست کرده بوده، بعد وقتی که نشست کرده این ترک باز شده، بعد اومدن پر کردن، ولی خب ترک ها هیچ اهمیتی ندادن دیگه، همچنین که بوده. چای اینجا نشست کرده بوده؟ چای نشست کرده بوده. چای نمیدونم فاضلاب بوده، آب بوده، من میگم اطلاع ندارم چجوری، ولی میگن 7-8 سال اینطوریه این برنامه‌اش. یعنی الان سقف خونه ما قشنگ، من به خود هر روز یه خاک انداز من خاک جمع میکنم، چون میریزه از سقف میریزه. آره، بعد این ترک هم کلیه، یعنی قشنگ تا بالکن اونور همین ادامه داره، ساختمون در اصل نصف شده. آره، تو خونه ها ما الان تو خونه خودم اتاق خواهی بچه قشنگ بازه. فعلا میگه ما این مشکلات رو داریم والا، ما والی صحبتی میکنیم میگن نه، همه جا به ما مجوز داده که اینجا هیچ گونه خطری نداره. در تهران هر روز 1 میلیمتر از زمین نشست میکند، یعنی در سال 36 سانتی متر. این میزان نشست تهران را رکورددار نشست زمین در دنیا کرده است. اجازه بدید بریم خدمت مهمان گرانقدر برنامه. در خدمت آقای دکتر ناصر کرمی هستیم، اقلیم شناس و کارشناس ارشد محیط زیست. خوش آمدید آقای دکتر کرمی عزیز به امشب صفحه آخر. اجازه بفرمایید من از مسئله آب در اصفهان شروع کنم و بعد بحث رو ادامه بدیم. گزارشی منتشر کرده خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، و نوشته است 70-80% کارخانجات فولاد و پتروشیمی کشور در مناطقی ساخته شدند که ممنوعیت برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی داشته. اگه اینو بزنیم کنار چاه‌های عمیقی که زدن و سفره‌های زیرزمینی که خشک کردن، نمیدونم که آیا این سخن درسته، این نتیجه گیری یا نه. در همین هفته گذشته عده‌ای از کارشناس‌های خب شناخته شده محیط زیست در ایران نظراتی دادن، از جمله یک نظری که خیلی بازنشر شد در رسانه‌های ایران این بود که متوقف کردن کشاورزی به طور کامل جلوشو بگیریم، ممنوع بشه کشاورزی در استان اصفهان، و صنایع آببری مثل فولاد و ذوب‌آهن در اصفهان تعطیل بشه. این اگر بشود میتواند تنش آبی رو ظرف 1-2 سال تو اصفهان به هر حال بهبود بده، کاهش بده، در واقع وضعیت رو به شکل چشمگیری بهتر بکنه. آیا این عملی است آقای دکتر؟ من اجازه بدید در ابتدا سلام عرض کنم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون. ببینید اینکه ما کشاورزی رو متوقف کنیم و از روزی زاینده رود اجازه ندیم هیچ آبی به اصطلاح از رودخونه خارج بشه بره توی کانال‌ها و اینها، و نمیدونم صنایع رو بشون اجازه بهره برداری از آب ندیم، اون راه حل نیست. یه دست که غیر قابل اجراست، مثل اینکه بگیم اگر انسان ها غذا نخورند مشکل نمیدونم تامین غذا در دنیا حل میشه. نه، قطعا اون کشاورزان باید زندگی بکنن، خانواده دارن، باید غذا ببرن سر سفره، ناچارن کشاورزی بکنن. این طرف اون صنایع هزاران نفر زندگیشون ببسته به اون صنایع، و اون صنایع برای اینکه کار بکنن احتیاج به آب دارن،
در این حال آب کافی هم برای این کشاورزی نیست، برای صنایع نیست، برای آب شرب نیست، برای طبیعت نیست، اون هم مسئله کماکان وجود داره. این چیزی که گفته شد راه حل نیست، یک جور صورت مسئله است. یعنی که ما اینجور ظاهرا به نظر میرسه که برای حل موضوع چاره‌ای نداریم جز تعطیلی کامل کشاورزی در اونجا. آقای دکتر، من میشنوم صداتون. صداتون من نمیدونم چرا مشکل داره، یعنی من خیلی با اکو صدا رو میشنیدم ولی من صحبت کنم دخالت نکردم تو صحبتتون که بی‌ادبی نکرده باشم، ولی امیدوارم که این صدا درست بشه. بذارین من یک اشاره بکنم چند از اتاق فرمان، امیدوارم این صدا درست بشه. ما از هر کلمه آقای دکتر ناصر کرمی میخوایم بیشترین بهره رو ببریم و نمیخوایم با این وضعیت صدا این نیم ساعت برنامه آینده برنامه ادامه پیدا کنه. من براتون کوتاه بخونم از روزنامه نگاری به نام، اسم کوچیکشون رو من نمیگم برای اینکه شاید نخوان بگم توی برنامه، به نام سامانی، مطلب بسیار بسیار خوبی نوشتن به اسم 60 سال زرنگی اصفهانی. البته من اسفونی هم نمیذارم کسی همینطوری بگه زرنگی اصفهانی، اما از شوخی گذشته این مطلب بسیار خوبه. ای تونستین با این تیتر 60 سال زرنگی اصفهانی در اینترنت به هر حال بگردید، اگر پیدا کردید بخونید. من همش رو الان نه فرصت هست نه اصلا جاش هست که بتونم براتون بخونم در برنامه تلویزیونی منظورمه، ولی آنچه که میگوید این است که از سال 1327 خورشیدی طرح سوراخ کردن کوهی در چهارمحال بختیاری به منظور آوردن بخش بزرگی از آبی که به صورت طبیعی روانه خوزستان میشد در مجلس شورای ملی تصویب شد و سال 1331 به فرجام رسید. نامش را گذاشتن تونل اول کوه رنگ که آب بیشتری روانه فلات اصفهان بشه. در نتیجه چه می شود؟ کار بیشتر، شهرسازی بیشتر، ازدواج بیشتر و جمعیت بیشتری پدید آمد و صد البته اصفهان برای نخستین بار در همه ادوار تاریخ به یک منبع آب غیر طبیعی در دوردست وابسته شد. دیگه فقط به زاینده رود وابسته نبود و بنابراین تحولات که در استانهای دیگه بیفته الان داریم میبینیم، در کوهگیلی و بوی رحمت، در خوزستان، این تحولات مستقیما بر اصفهان و متقابلا از اصفهان بر اون استانها تاثیر میذاره. از اون موقع شروع شد. من بذارین این بحث رو گفتم برین علاقمندان بخونن، بسیار مطلب خوبی است و دلچسب و به دانش هر خواننده اضافه میکنه. صدا به من گفتن خوب شد، برمیگردیم خدمت آقای دکتر کرمی عزیز. آقای دکتر اگر صحبتی دارین در توضیح آنچه که فرمودین یا صحبت بیشتری دارین بفرمایید، اگر نه من سوال بعدی رو بکنم. بله، این موقع که ما فرد نکته رو اضافه بکنم به عرض قبلی، این موقع که ما میگیم راه حل برای مسئله اصفهان، بعد بگیم راه حل ناظر به این که راه حل برای چی؟ راه حل برای طبیعت، برای شهر اصفهان، برای چشمنداز اون استان، برای آینده اون استان، این یک دست راه حل جداگانه است. راه حل برای کشاورزانی که الان اون لبه تیز اعتراضات بایستادند، این خودش به اصطلاح بسته متفاوت راه حل داره. راه حل برای حل مشکلات نظام حکومت، این حکومت خودمون کشاورزان رو الان یک مشکل میبینه، این مسئله آب رو یک مشکل میبینه، یک چیزی میبینه که باید سریع ازش بگذره. مثلا اینکه این اعتراضات ممکنه یک علامتی بده به مذاکرات که توی نمیدونم اروپا جریان داره سر مسئله برجام مثلا، این رو یک مسئله میبینه که خیلی سریع باید حل کرد. این سه تا دسته، سه شکل مسئله رو دیدن، ما رو به سه دسته راه حل متفاوت میرسونیم. اغلب گفته میشه که مثلا این کارشناسانی که من تو این تلویزیون ها صحبت میکنن خب وضعیت رو میگن اینها راه حلی ندارن. نه، ما ناچاریم راه حل رو ناظر به چشمنداز و ناظر به آینده و ناظر به طبیعت هم ببینیم. به همین خاطر اغلب اون چیزی نیست
که رسانه‌های داخل حاکمیت توقع دارن بشنون یا اون چیزی نیست کسانی که قصد تقلیل ماجرا رو دارن به فقط حل مسئله تعداد کشاورز، به فقط حل مسئله این چند روز کنونی نظام ناظر به اون نخواهد بود. به هر حال مسئله اصفهان الان به یک جایی رسیده که راه حل‌های فقط پیچیده، فقط بسیار پرهزینه و فقط خیلی بلند مدت داره. آقای دکتر، آیا همه این مسئله اصفهان آبه اصلا؟ این نکته مهمیه. مسئله اصفهان فقط آب نیست. نه، اصلا مسئله اصفهان فقط محیط زیست نیست. اصفهان مسائل دیگری رو هم داره. من عرض میکنم خدمتون. اصلا اگر اون مسائل دیگر اصفهان حل میشد، کار ما به مسئله آب و محیط زیست نمیکشید. مسئله محیط زیست هم همش آب نیست. یعنی محیط زیست چند تا مسئله داره در اصفهان. یکیش آبه. اما متاسفانه ماجرا تقلیل داده میشه فقط به آب. حالا دلایلی من دارم براش، دلیل رسانه‌ای، دلیل اینکه خود سیستم هم اینو میخواد که مسئله تقلیل داده بشه به اونجا، یعنی اینقدر مسئله گسترش پیدا نکنه که دامن کل نظام رو بگیره. من فقط یک مثال بزنم خدمتون. اصفهان مثل خیلی جاهای دیگه ایران، یعنی مثلا شما خوزستان رو ببینید، خوزستان با اون ثروت و با اون امکانات و با همه چیز، یعنی حتی توریستی از نظر تاریخی اونجا پارسوماش بوده، شوش بوده، چی بوده، خب الان چه چشم اندازی داره، چه رؤیایی داشته خوزستان و الان چه وضعیتی داره. درسته، همین رو میتونم درباره فارس بگم، سیستان و بلوچستان بگم، استان‌های شمالی بگم، آذربایجان‌ها، کردستان‌ها، خراسان‌ها، همه میتونم اینو بگم. درباره اصفهان ببینید، اصفهان قرار بوده، من میتونم اینو با دلایل ثابت کنم، توی کتاب من راهیاب ایران اون بخش مربوط به اصفهان رو یه نگاه بندازید، که اصفهان قرار بوده، اون اصلا کتاب مال 15-20 سال پیشه، خیلی قبل از این مسئله آب ایناست، با فلورانس و پاریس و پراگ و بوداپست و اینها رقابت کنه. اما اصفهان الان با هیچ جا نمیتونه رقابت بکنه. واقعیتش اینه، باید از نظر توریستی یک موقعیت خیلی تقلیل یافته و کوچیکی پیدا کرده. اگر اصفهان اون رؤیای خودش میتونست دست پیدا بکنه، یعنی شهری بود که میتونست با فلورانس و پراگ و اینها رقابت کنه، اینقدر درآمد توریستی داشت که ناچار نبود آخرین قطره آب رو از زیر زمین بکشه و باش کشاورزی بکنه. چون اون رؤیا بهش دست پیدا نکرده، برای مردم اونجا راهی برای امرار معاش و راهی برای سیر کردن شکم جز این که به در و دیوار طبیعت بیاویزن پیدا نشده. این فقط یک بخش از مسئله است که میگم مسئله اصفهان بزرگتر از مسئله محیط زیست و مسئله آب است. آقای دکتر، آیا واقعا تا کمتر از 10 سال دیگه، این فکر میکنم مدیر زمینشناسی بود، سازمان زمینشناسی بود که صحبت میکرد دلسوزانه درباره اصفهان، که صحبتشو پخش کردیم، که میگه تا 9 سال دیگه فرونشست زمین در اصفهان چنان خواهد شد که خلاصه نه از آثار تاریخی چیزی بمونه نه امکان زندگی تو این شهر وجود داشته باشه. این ارزیابی چقدر واقعی است؟ ببینید بگم که این ارزیابی بر پایه چه مسائلی هست. در استان اصفهان مثل بقیه مناطق ایران، حالا کما بیش، شاید اصفهان یه ذره بیشتر، چون اصفهان پول بوده که میتونستن باش چاهای بیشتری و چاهای عمیق‌تری بزنن، میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی خیلی بیشتر از میزان به اصطلاح حالا ریشارژ یا تغذیه این آب هاست. یعنی که ما حد مجاز اینه که آن مقدار آبی که سالانه به صورت طبیعی تغذیه میکنه آب زیرزمینی، میتونیم این رو مورد استفاده قرار بدیم که در یک سطح ثابت و پایداری بمونه اون آب زیرزمینی. در استان اصفهان سالهای متوالی است که به طور متوسط هر سال 200 میلیون متر مکعب بیشتر از اون تغذیه معمول سالیانه داره از آب‌های زیرزمینی بیشتر میشه. من که 200 میلیون متر مکعب استفاده میشه، 200 میلیون متر مکعب بیشتر از تغذیه و ریشارژ. حالا این چه به اصطلاح عواقبی به وجود آورده؟ این است که هر سال به طور متوسط 60 سانتی متر سطح آب‌های زیرزمینی پایین تر رفته. الان مجموع به اصطلاح بدهکاری اصفهان به آب‌های زیرزمینیش یک چیزی حدود 8 میلیارد متر مکعب. این یعنی چی؟ و این سالی 200 میلیون متر مکعب داره بهش اضافه میشه. این یعنی که اگر میخوایم اصفهان به یک وضعیت پایدار برسه از نظر اکولوژیکی
دوچار فرونشه است، دوچار فرسایش خاک، دوچار بیابانزایی و اینها نشه، حد اقل باید 20 سال اصلا و ابدا هیچ دست به آبای زیرزمینیش نزنید. یعنی کل چاهای این استان از بالا دست تا پایین دست همش باید کور بشه، همش باید ممنوع به اصطلاح استفاده بشه، هیچ آب زیرزمینی استفاده نشه. اما ما میدونیم که اینجور نخواهد شد. یعنی ما میدونیم هیچی نمیتونه اون چاه رو کور کنه، هیچکی نمیتونه مانع اون کشاورزا بشه و کماکان اون آخرین قطره‌های آب زیرزمینی رو بیرون خواهند کشید. پس این روند فرونشست آب‌های زیرزمینی خواهد تخلیه به اصطلاح اون آخرین قطرات رطوبت باقی مونده در خاک اصفهان ادامه داره. اصفهان کماکان در معرض بیابانزایی، فرسایش خاک و فرونشست باقی خواهد موند. حالا اینکه اون به اصطلاح مهلت و اون زمانی که فرمود رئیس سازمان زمینشناسی تعیین کرده، حالا 10 سال، حالا کم و زیادش رو من چون تخصصم زمینشناسی نیست نمیدونم، ولی به هر حال این روند طبیعت رو یک جایی تحمل میکنه و نشون نمیده بیرون که داره چی میشه، ولی از یک جایی به بعد طبیعت ناگهان یک واکنش به رفتار بسیار خشن نشون میده. این رفتار خشن میتونه مثلا همین فرونشست خیلی گسترده در بافت‌های مسکونی شهر باشه، میتونه فرونشست یک سد باشه که مثلا توی اون محدوده‌ها نزدیکه و اون میتونه خیلی عواقب داشته باشه. به هر حال الان اونجایی هستیم که طبیعت به سختی و رنجور داره تحمل میکنه. حتی تحمل هم نکردی برای شما میرین چشمنداز اطراف اصفهان اصلا چشمنداز 20 سال قبل نیست، ولی از یک جایی دیگه این تحمل رو رها میکنه که به اعتقاد رئیس سازمان زمینشناسی احتمالا میتونه از 10 سال آینده باشه. به این معنی من جمع‌بندی بکنم صحبتتون، آنچه که من دریافتم این است که اولا آب خانه‌ها یا سفره‌های آب زیرزمینی در واقعیت قابل احیا نیستند، تجدیدپذیر نیستند، مخصوصا که می‌فرمایید که خب می‌دونیم که چاه‌ها رو برای 20 سال آینده کور نمیتونه کسی بکنه، نمی‌کنن. از نظر تکنیکی میشه، چرا؟ به هر حال اگه من قانون رو حاکم باشه، ما که شما به این وضعیت رسیدیم، از باید قانونا اجازه بهره برداری از آب‌های زیرزمینی نشه تا زمانی که اینها به حد مطلوب برسن، یا حداقل این که بیایم بین تغذیه اینها و اون میزان به اصطلاح بهره برداری یک تناسبی ایجاد کنیم. یعنی فرض من میگیرم که اگر ما اصلا دست نزنیم 20 سال دیگه اینها کاملا به سطح مطلوب برمیگردن، اما اگر اکتفا کنیم مثلا به سالی فقط 100 میلیون متر مکعب برداشت، حالا این 20 سال هم میشه 30 سال. یعنی میشه یک حدی رو خیلی سختگیرانه هم برداشت کرد، ولی باز امیدوار بود به احیا، ولی با وضعیت موجود و میزان برداشت موجود نه، قطعا نمیشه امیدوار بود. یعنی این آنچه که میفرمایید این از راه حلی که مسائل زیست محیطی اصفهان به هر حال تا حدی بشود قابل تحمل بشه. ببینید اینجا این مسئله آب زیرزمینی مهمتر از آب جاریه، چون این اثر اکولوژیکش مشهودتر و ملموستره، به خصوص برای شهر اصفهان. یعنی اگر مسئله ما مسئله یه دشت بود، خب میشد ترکیبی از مسئله حالا که چجوری از آب جاری و آب زیرزمینی استفاده میشه رو در نظر گرفت، ولی اصفهان اولویتش حل این مسئله اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی و فرونشست آبهای زیرزمینی، و این ربطی به خیلی ربطی نداره به اینکه اون بالا چاه میزنن، اون بالا نمیدونم انتقال میدن. ما شما اگر انتقال هم بدید نمیدونم آب از اون بر، خیلی کمکی نمیکنه به اینکه چون آب از اون بر منتقل بشه، نمیدونم حالا این بر برداشت نشه. این یک مسئله خود اصفهان، داخل خود اصفهان باید. آقای دکتر چاه زدنش، معذرت میخوام، چاه زدن برای برداشت از آبهای زیرزمینی دیگه چجوری میگین ارتباط نداره به اینکه اون بالا چاه میزنن؟ نه من میگم که اینکه اصفهانی ها تصور میکنن مسئله شون از طریق فشار به بالا دست بختیاری قابل حل فقط. اگه اون بالا بتونن یک کانال دیگه بزنن، آب بیشتری وارد زاینده رود کنن، یا اگه از اون بالا مانع برداشت آب بشن، این پایین مسائل حله. نه، همه مسائل این پایین تو دست بالا دست نیست. پایین دست هم مشکلات خودش رو ایجاد کرده و راه حل های خودش رو باید خودش برای پیدا بکنه. آقای دکتر قبل از اینکه من وارد سوال دیگه ای بشم، میخوام شما دارین از منافع استان چهارمحال بختیاری به عنوان یک لور بختیاری دفاع میکنین در این مسئله آب، که من البته لنگ میندازم به عنوان اصفهانی،
و هرگز نمیام در برابر شما سخنی بگم، ولی من میخوام از همین جا استفاده بکنم، از این فرصت که ازتون بپرسم این کنش و واکنشی که مسئله آب در اصفهان، در یعنی از همون تونل کوهرنگ قبل از انقلاب یک شروع شد، در واقع این کنش و واکنش در این سه استان، آیا اینها یعنی اصفهان به تنهایی میتواند با راه حلی که فرض بفرمایید، من نمیدونم، آرزو که بر جوانان عیب نیست، که مثلا در استان اصفهان مسئولان بگن باید بشینیم یک راه حلی پیدا کنیم و یه سری آدم نخبه خبره بیارن بشینن برنامه‌ریزی کنن برای اینکه اصفهان واقعا نابود نشه و فقط افسوس از این نصف جهان نمونه؟ یکی اینه، یکی دیگه اینه که نه، اصفهان، چهارمحال بختیاری، خوزستان، اینها و یزد مثلا، این استانهایی که یواش یواش همجوار میشن به همدیگه، اینها باید با همدیگه یک راه حلی براشون داشت تا به لحاظ آب، محیط زیست، کشاورزی، غیره غیره درست بشه وضعشون. اینو بفرمایید، خواهش میکنم. بله، عرض شود که جناب فلاحتی، اصفهان چشم ماست، من همیشه اینو گفتم، یعنی همه ما متعلق به هر جای ایران باشیم هممون عاشقانه اصفهان رو دوست داریم، همه جای ایران رو دوست داریم، اما اصفهان یک شهر معمولی نیست، واقعا اینو هیچی نباید این کار بکنه. ما هر جای دنیا که بریم به اصفهان فخر می‌کشیم، با اصفهان. به همین خاطر هم اینکه چه اصفهان چه چشم‌اندازی داره مسئله همه مردم ایران است. اینجور نیست که مسئله فقط نمی‌دونم اهالی این شهر باشه یا کسانی باشه که نمی‌دونم سابقه اصفهانی دارند یا اینها. واقعا من اینجوری نمی‌بینم مسئله رو. این نکته هم که حضرت عالی فرمودید، آن سیاست‌های کلان حاکمیتی که منجر به بروز این وضعیت شده در قالب مدیریت استانی یا مدیریت منطقه‌ای قابل حل نیست. یعنی اینجور نیست که میتونن استاندارای این 4-5 تا استان بشینن، فرض کنیم هم مبسوط الیل اصلا حاکمیت هم بهشون یک اختیاراتی بده، بشینن مسئله رو حل کنن. چه جور میخوان مسئله رو حل کنن؟ همین مثال اول رو میزنیم، میگیم چاها باید کورشه به مدت 20 سال. چاها باید کورشه، اون کشاورزایی که معیشتشون رو از دست میدن، من دارم درباره کشاورزان اصفهان صحبت میکنم، مگه میتونید شما یک کشاورزی 20 سال 30 سال اونجا داره کشاورزی میکنه، اجازه بهره برداری آب داره، معیشت خانوادهش از اونجاست، بهش میخوای بگی برو بشین تو خونه؟ چه جوری؟ از کجا میخواید برای این منابع مالی تعیین کنی، معوض تعیین کنی، نمیدونم مشوق مالی و اقتصادی تعیین کنی که با اون مشوق اقتصادی این از چاشو کور کنی؟ به خاطر آینده سرزمین اصفهان الان امسال کشاورزی نکنی. این مشوق اقتصادی از بیرون منطقه میاد، از تصمیماتی که در تهران گرفته میشه، حتی فراتر از تصمیمات مبتنی با مربوط به سیاست‌های خارجی کلان نظام به اون شروع میشه. یعنی ما برای باید ابتدا چه اصفهان، چه بختیاری، چه لرستان، چه یزد، هر جا، مسئله اصلی ما اینه که یک کشاورزی ناپایداری توسعه پیدا کرده، یک صنایع ناپایداری توسعه پیدا کرده، این یک بخش از مسئله است. بخش دوم مسئله، تغییر اقلیم رخ داده، ما باید با این وضعیت خودمون رو انطباق بدیم. یعنی ما باید بریم به سمت یک منطقه بچه مشترک، شاید این چند تا منطقه، یعنی شرق اصفهان، بختیاری، غرب خوزستان، غرب فارس، مثلا شمال غرب استان فارس، اینها بچه مشترکشون وابستگی شدید فرصت‌های معیشتی به منابع طبیعیه. ما که یک جای تغییر اقلیم اونم به صورت خشکیدگی یا خشکسالی دائم و بلند مدت رخ میده، آسیب پذیرترین آدم ها اونایی هستند که به منابع طبیعی وابستن، یعنی کسی که به منابع آب وابسته است، کشاورز، دامدار و اینها، روستاییان هم درسته؟ ما که تغییر اقلیم رخ میده، شما باید برید این آسیب پذیری رو براش راه حل پیدا بکنید، شما باید برید یک زندگی جدید، یک سرنوشت جدید رو برای این آدم‌ها تعریف بکنید و براشون فرصت انطباق و رسیدن به اون زندگی جدید رو فراهم بکنید. این خودش یک بسته کامل حاکمیتیه که در بالاترین سطح حاکمیت باید روش کار میشه. درسته؟ هیچ کدوم از اینا انجام نشده. یعنی نه تنها تغییر اقلیم رخ داده، منابع آب تقلیل رفته، نیومدن وفق بدن، بلکه برعکس سبک زندگی، سبک معیشت یک جوری بوده که
تقاضا و مطالبه آب بیشتر هم شده توی منطقه. یعنی مثلا الان نیاز به آب توی استان اصفهان الان نسبت به 5 سال قبل، 5 سال قبل نسبت به 10 سال قبل، 15 سال قبل این خیلی بیشتر شده. در حالی که از 20 سال شما خود از ایتالیا شاهدید، من اولین بار با شما مصاحبه کردم چند سال، 7 8 سال پیش بود، من همین حرفا رو اون موقع هم زدم که ما داریم خوشتر میشیم، بارش کمتر میشه، دوچار تقلیل منابع آب میشیم و باید خودمون رو با اون سرنوشت وفق بدیم. این عبارت رو من خاطرم از 7 سال 8 سال پیش در گفتگو با شما گفته بودم. اما نه تنها هیچ کاری در این راستا انجام نشده، بلکه تقاضای آب بیشتری هم ایجاد شده توی منطقه. آب بیشتر که آقای دکتر معاون آب و آبفای وزارت نیرو میگه میانگین 90% آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، 3% در صنعت و 7% برای شرب آب نوشیدنی. یعنی کاهش و افزایش مصرف آب خانگی تأثیر ناچیزی بر میزان آب کشور دارد. و نکته مهمی است مقایسه این اعداد، 12% از مساحت ایران کشاورزی است، 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه، بعد درآمد از کشاورزی کمتر از 10% تولید ناخالص ملی است. این آماری است که دارن میدن. خب در یه همچین وضعیتی آیا ببینین رک و پوسکنده جمهوری اسلامی قادر و حاضر و اصلا دانش این را در 43 سال گذشته دیده ایم که ندارد که بخواهد راهلایی که شما اشاره بار فرمودین، نکته بار فرمودین بهش برسه. نابودی سرزمینی ایران با وجود جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر نیست. این نابودی رو باید تعریف بکنیم. یعنی همین وضعیت که ما تو اصفهان میبینیم، ببینیم مشخص این روند قهقرایی ادامه پیدا میکنه. در تداوم این روند قهقرایی، من میگم، من همین اصفهان رو مثال میزنم. اصفهان اگر برگردیم به 50 سال پیش، 60 سال پیش، چون کتاب ها و اشعار چیزی که خارجی ها، یعنی کسانی که آهنگسازان خارجی، اگه اشتباه نکنم دوک الینتون هست برای اصفهان آهنگ میسازه، شعرهای خارجی، ببینید شعرهای عرب، شعرهای عرب برای اصفهان چقدر شعر دارن، رمان نویس ها در اصفهان چقدر اشاره میکنن. اصفهان یک شهر رازآمیز خیالانگیز شرقی بوده که قرار بوده نمیدونم فلورانس خاورمیانه باشه. الان اصفهان چقدر این شانس رو هنوز داره؟ داره یا نداره آقای دکتر؟ با واقعیت موجود ها، نه با آنچه که شما فرمودین، که خوب شد فرمودین که بدانیم که چه راه حل علمی داره، با واقعیت موجود چقدر شانس داره اصفهان؟ من نمیخوام چیزی بگم که همیهنان و اصفهانی گلازورده بشن، اما فلورانس فقط 4 بنای تاریخی نیست. فلورانس یک روحی داره که در تمام کوچه و خیابون‌هاش دیده میشه، در آسمانش دیده میشه، در طبیعت پیرامونش دیده میشه. اصفهان اینها رو داشته، اما اصفهان آسمون رو نداره. یعنی اصفهان الان یک آسمان زرد رنگ غبارآلود خاکی داره همیشه. یعنی یا آلودگی هواست مثل الان که زمستونه، یا گرد و خاک و ریزگرد در تابستان، درسته یا نه؟ اون بناهای فیروزه‌ای براق و شفاف رو دیگه ما نمی‌بینیم توی اصفهان. طبیعت پیرامون که به طور کامل ویران شده، یعنی بیابان اومده چسبیده به پشت دروازه شهر اصفهان و شما از اصفهان پاتو میذاری بیرون، برگباری حتی در بهار دیگه برگباری نمی‌بینید. داخل شهر اصفهان ببینید، یه دلیلی که مردم این همه اومدن ریختن توی اون بستر زاینده رود به شهر ما نفس بده چیه؟ مردم اینو می‌بینن، این شهر یک فضای افسرده پیدا کرده، این رودخونه روح این شهره. چرا ما فکر نمی کنیم که خود این رودخونه یک شخصیت، یک حقوقی داره؟ خود این رودخونه، یعنی حق داره این رودخونه، این عرصه از زمین توش آب جریان داشته باشه، فارغ از اینکه این آب از کجا میاد به کجا میره، فارغ از اینکه ذینفعان بالا دست و پایین دست دو طرف این رودخونه کیا هستن و چه کار دارن میکنن. خود این رودخونه یک حقی داره، خود این شهر یک حقی داره، خود این شهر اصفهان. اصفهان یک شهری که قرار هزاران سال دیگه هم شهر باشه و جغرافیاش و هویتش با این رودخونه تعریف شده. آب باید در این رودخونه جریان داشته باشه اینها، و خیلی مسائل دیگه که باید گفت. من میگم که شانس اصفهان برای فلورانس بودن روز به روز تقلیل میره. اصفهان، نه اینکه بگم کامل این شانس رو از دست داده، ولی روز به روز این شانس ضعیف‌تر میشه. این فقط یه مثاله، حالا من فلورانس رو عرض میکنم.
آقای دکتر، درباره زاینده رود شما فرمودین که بله اصفهان باید زاینده رود درش جاری بشه. خب زاینده رود جاری بشود، چهارمحال بختیاری چیکار میخواد بکنه؟ خب حالا اینو میشه رفته در مورد بالادست هم گفت، یعنی بالادست چهارمحال بختیاری رویای آلف داشته، یعنی قرار بوده اونجا نمیدونم زمستون‌ها اسکی وحشی بیاد، تور اروپایی‌ها بیان اونجا اسکی کنن، از اون طبیعت وحشی عجیب غریب اونجا توریست بیاد. بعد قرار بوده مردم اونجا که یک وارث یک هویت تاریخی هستند اونجا در منطقه بختیاری و اینها و اون طبیعتی که داره، من خاطرم از توی دهه اواخر دهه 70 من مدیر تحقیقات سازمان ایران گردی بودم، یک برنامه‌ای ما داشتیم برای بازاریابی توریست در چهارمحال بختیاری و شهر کرد. بس این بود که این مکمل اصفهانه، یعنی این دوتا در ترکیب با هم میتونن یک بازار گردشگری بسازن. چون مشکل اصفهان این بود، از سه دسته آثار توریستی سه دسته است: طبیعی، تاریخی و تفریحی. درسته اصفهان فقط تاریخی داره، تفریحی نداره، طبیعی هم نداره چیزی شهر اصفهان. و خب شما نمیتونید با فقط یک دسته از آثار تعداد زیادی توریست جذب کنید. بختیاری هم فقط طبیعی داره، تاریخی و تفریحی نداره. بس این بود که اگه ما ترکیب کنیم، یعنی توریستی که میاد چهار شب اصفهان وایسه، یه کاریش کنیم یه شب هم بره بختیاری وایسه. نه اصلا کشاورزش بختیاری. کشاورزه ده. یعنی جاری بشه اینجا، اون آب برای کشاورز، حالا فرصت هم خیلی نداریم، آب برای کشاورز لور در استان چهارمحال بختیاری چه میشه؟ منظورم اینه که چجوری اصلا آب جاری بشه توی زاینده رود؟ نکته همینه، شما نباید چوپان، نباید زمیندار، نباید اون کسی که دو چهارمحال بود، این کاری بود که در همین 10-15 سال اخیر انجام شد. به اونها گفتن ما به شما اجازه میدیم برید در اراضی شیبدار کشاورزی کنید، کشت غلط. برای اینکه در اراضی شیبدار کشت بکنن باید چاه بزنید، بهشون زمین دادن، اینها رو به مردمانی کشاورز تبدیل کردن. برای که اینا باید مردمانی پذیرای توریست میشدن اگر میخواستن برای اینا معیشت پایدار فراهم کنن. اون معیشت های ناپایدار در اونجا، اون معیشت های ناپایدار در شرق اصفهان و اون صنایعی که جایگزینیشون غلط اونجا توی استان اصفهان، همه اینها دست به دست هم میده یک کلاف سردرگم پیچیده‌ای درست میکنه که حالا میبینید چقدر سخت شده. آقای دکتر، هم گفتنی زیاد است و هم آموختنی و هم درد دل. البته متاسفانه فرصت اون رو به پایانه. بسیار سپاسگزارم ازتون، هر وقت که شما رو در برنامه دعوت میکنیم و شما بزرگوارانه میپذیرید که حضور داشته باشید، واقعا از هر جمله شما بنده میآموزم. و چنان که شما لااقل در فضای مجازی کامنت هایی که به قول تهرونیا بازخوردی که میبینید، خودتون متوجه هستید که چقدر اهمیت داره آنچه هایی که در برنامه از شما میشنویم و هم بنده هم بینندگان میآموزن از شما. بسیار سپاسگزارم ازتون که در برنامه امشب حضور پیدا کردید. ممنونم جناب فلاتی، برای بنده هم افتخاری بود که در خدمت شما و مخاطبانتون بودم. سپاسگزارم. گیر کردم به خاطر این پرده آخرمون گیر کرده بود بهم گفتن، ولی حالا راه افتاد. بریم پرده آخر. بعضیا میگن که چرا شما موشک میسازید اما تو صنعت خودروسازی مشکل دارید؟ جوابش مشخصه، چون ما تکنولوژی صنعت موشکی رو سرازیر نکردیم تو صنعت خودروسازی. بس تکبیر نگید. شب روزگار خوش.